بالا گرفتن بحران زهرخوران در رأس حاکمیت آخوندی در بحبوحه تحریم ها و طرد و انزوای رژیم. ارگان ولی فقیه ارتجاع، چه چیزهای ماجراجویی می شود که باید کنار گذاشت؟ آیا غنی‌سازی 20% ماجراجویی است؟ دشمن به یک امتیاز و دو امتیاز بسنده نمی کند. کیهان خامنه‌ای: آمریکا باید شما رفسنجانی را تشویق کند که میگویید نه امروز بلکه 26-27 سال پیش مقابل آمریکا کم آورده بودید. برقراری روابط با آمریکا رفتاری انتحاری است. خطاب به رهبر نظام نوشته بودند اگر جام زهر تسلیم را باید سرکشید وقتش همین حالاست. کیهان ارگان ولی فقیه ارتجاع: بحران عمیق زهرخوران اتمی و مذاکره با آمریکا در رأس حاکمیت آخوندی را برملا کرد و در سرمقاله سه‌شنبه 5 شهریور خود با عنوان معامله مصالحه با محارب در مورد اظهارات اخیر رفسنجانی نوشت: آیا با آمریکا می شود مصالحه کرد و به توافق رسید؟ آیا می شود با این رژیم منافع مشترک پیدا کرد و اصطلاحاً با او بست؟ یکی از چهره‌های سیاسی رفسنجانی اخیراً گفته که مصالحه با دشمن مسالمت‌جو هم رواست. سوال این است که شرع و عقل و تجربه درباره مصالحه با آمریکا چگونه داوری می‌کند؟ فعلا بیایید از جلف‌بازی طیفی از رسانه‌های سیاسی زرد بر سر سفر پادشاه عمان و جفری فلتمن، معاون آمریکایی دبیرکل سازمان ملل به تهران، عبور کنیم. چالش ایران و آمریکا عمیق‌تر از آن است که با چند چشم‌بندی رسانه‌ای دیپلماتیک وصل پینه و رفع و رجوع شود. این شکاف در همین 60 سال آنقدر وصل و پینه شده که دیگر رفو بردار نباشد. کیهان خامنه‌ای طرفداران مصالحه با آمریکا در دوران نظام آخوندی را به دو طیف شیفته و مصلحت‌اندیش تقسیم کرده و خاطرنشان می‌کند: طیف اول که معتقد است اساساً میتوان با آمریکا دوستی استراتژیک داشت، رفتار انتحاری با اعتبار خود و تجارب تاریخ دارند. اما اگر از جریان شیفته بگذریم، موضوع تهدید زدائی و مصلحت اندیشی معطوف به آن موضوع قابل تأمل تری است. البته همینجا باید متذکر شد که شیوه رفتاری برخی سیاستمداران مدعی مصلحت گرایی در این زمینه نقض غرض و عمیقاً تهدید افزاست، به این اعتبار که علامت غلط و پالس اشتباه به دشمن می‌فرستد. ارگان ولی فقیه ارتجاع با حمله به سیاست مذاکرات اتمی رژیم در زمانی که حسن روحانی دبیر شورای امنیت نظام بود به رفسنجانی و رئیس جمهور رژیم گوشزد کرد: آنها غربی‌ها حتی طرح سفوریتی را نیز در این زمینه تهیه کرده و خطاب به رهبر نظام نامه سرگشاده نوشته بودند که اگر جام زهر تسلیم را باید سرکشید وقتش همین حالاست. کیهان خامنه‌ای با اشاره به حرف‌های اخیر رفسنجانی در مورد نامه‌اش به خمینی برای برقراری رابطه با آمریکا می‌نویسد: یعنی می‌شود نامه‌ای را تایپ هم نکرد و خدمت امام فرستاد تا دست کسی نیفتد و حالا همین اقدام بظاهر سری را علناً جار زد. ثم ماذا؟ طرف آمریکایی باید برای این خود اظهاری کف بزند و شما را تشویق کند که میگویید نه امروز بلکه 26-27 سال پیش مقابل آمریکا کم آورده بودید. از طرف دیگر چه چیزهایی شامل عنوان ماجراجویی میشود که باید کنار گذاشت و بر سر چه چیزهایی میتوان توافق کرد؟ آیا آمریکا و غرب حدی برای توقف مطالبات میشناسند؟ آیا غنی‌سازی 20% ماجراجویی است یا غنی‌سازی 3.5%؟ وقتی قرار شد عقب نشینی کنید، دشمن به یک امتیاز و دو امتیاز بسنده نمی کند. تجربه نیندوختن از عبرت‌های تاریخ عین افراط و تفریط است. به قول حافظ: شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای؟ قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟ در همین حال خامنه ای در دیدار با سلطان عمان شرایط منطقه را در معرض بحران توصیف کرد
و با نگرانی از اوضاع منطقه گفت منطقه اکنون در شرایط حساس و خطیری قرار گرفته و در معرض بحران است. علت اصلی این وضعیت دخالت‌های گوناگون از بیرون منطقه است. خامنه‌ای که با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار می‌کرد وحشت زده افسود آتشی که در منطقه برافروخته شده دامن همه را خواهد گرفت. نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه رژیم و کلافگی وی در مقابل سوالات خبرنگاران. سخنگوی وزارت خارجه رژیم در پاسخ به پرسش‌های خبرنگارانی که از سوی باندهای مختلف حکومتی وی را به سوال کشیده بودند، ضمن اعتراض به تعداد زیاد سوال‌های صورت گرفته در مورد علت سفر سلطان عمان و فلتمن معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا و معاون کنونی دبیر کل سازمان ملل مدعی شد این سفرها ربطی به یکدیگر و اوضاع کنونی منطقه ندارد. کارشناسان معتقدند عمان فقط نقش واسطه رو در مذاکرات تهران و ایران و آمریکا ایفا کنه. نظر شما رو در این خصوص می‌خواستم بدونم. در مورد سفر معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا نیست، کارشناسان معتقدند دیدار روز گذشته آقای دکتر ظریف با آقای فلتمن در واقع کلید مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا رو زد. نظرتون در این مورد چی هستش؟ سوال دوم در خصوص نامه اخیر. سوال اولت خود 4-5 سوال می‌دارم. در خصوص سوال اول من تصحیح بکنم، ما چیزی به عنوان سفر معاون سابق وزیر خارجه آمریکا به ایران نداریم و نداشتیم. آقای فلتمن معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل هست و تحت همین عنوان به ایران سفر داشتند و ما هیچ ارتباطی بین مأموریتی که ایشان در سفر به ایران انجام دادند به عنوان معاون دبیر کل با ملیت ایشون و با سوابق دیپلماتیک ایشون قائل نیستیم. همزمانی دو سفر سلطان قابوس سلطان محترم عمان و جناب آقای فلتمن کاملا تصادفی بوده، هر کدوم اینها با اهداف جداگانه طراحی شده. سفر آقای فلتمن معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل در خصوص مسائل منطقه به ویژه موضوع سوریه بود که مدتی بود قرار بود این سفر انجام بشه، حتی یکی دو بار به تأخیر افتاد، صرفا بحث مسائل منطقه با محوریت سوریه بود. رایزنی های مختلفی صورت گرفت، دیدگاه های چون ایشون از منطقه هم آمده بود دیدگاه های مختلفی رو مطرح کرد نسبت به سوریه و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران هم به ایشون منتقل شد، به خصوص در رابطه با شرایط این چند روز اخیر و احتمال حملات نظامی که با صراحت به ایشون گفته شد که هر گونه استفاده از ابزارهای نظامی تبعات سنگین خودش رو برای نه تنها سوریه بلکه کل منطقه خواهد داشت. کیهان ارگان ولی فقیه ارتجاع. سرپرست وزیر نیست. مجلس میتواند رئیس جمهور را با سوال یا استیضاح به خاطر اقدامات سرپرست وزارت علوم مورد بازخواست قرار دهد. ارگان ولی فقیه ارتجاع در سرمقاله خود ضمن یادآوری جنگ و جدال قبلی لاریجانی با احمدی نژاد از مجلس رژیم خواستار سوال یا استیضاح علیه آخوند روحانی شده است. کیهان خامنه‌ای در سرمقاله دوشنبه 4 شهریور با عنوان سرپرست وزیر نیست می نویسد اخیراً سرپرست وزارت علوم طی بخشنامه‌ای پذیرش کلیه پذیرفته شدگان بورس وزارت علوم را تعلیق نموده که قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. مسئولیت سیاسی سرپرست در قبال مجلس شکل نگرفته است و مجلس تنها می تواند رئیس جمهور را با سوال یا استیضاح به خاطر اقدامات فراقانونی سرپرست تعیین شده مورد بازخواست قرار دهد. کما اینکه اگر احمدی نژاد با اقداماتی سبب آزردگی مجلس می گردید، مجلس با از سرگذراندن مصوبه‌ای با این قبیل اقدامات رئیس جمهور وقت به مقابله برمیخواست. ارگان ولی فقیه ارتجاع با تکرار غیظ خود از انتصاب نجفی توسط روحانی
به معاونت رئیس جمهور رژیم اضافه کرده است: اگر بتوان با اغماز از انتصاب فردی که نتوانسته است اعتماد نمایندگان را جلب نماید به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی چشم پوشی نمود و آن را دهنکجی به رأی نمایندگان برنشمرد، نمیتوان از اقدامات فراقانونی یکی از عناصر فعال فتنه در کسوت سرپرست وزارت علوم گذشت کرد و تغییرات احتمالی رؤسای دانشگاه ها در آستانه مهر و همچنین ملغا اعلام نمودن پذیرش پذیرفته شدگان بورس وزارت علوم را نادیده انگاشت. این نحو از عملکرد شتاب زده همچنان که قطعا در رأی اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی جدید علوم در نظر گرفته خواهد شد، پیش از آن که موجب بدبینی های بیشتر شود، اقدام عاجل مسئولین زیرفت از جمله خود رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری را می طلبد و بر اساس قانون از آنان انتظار می رود که با این قانونگریزی آشکار مقابله کنند تا زمینه برای قانونگریزی های احتمالی دیگر فراهم نشود.